میگم چنی هوا تهرو آلوده است هم. بله. بارندگی که نیست اینجوری هست. آره دیگه. صورت ایمانم حساسیت داره به آلودگی و چسیدگی. چطوری هست؟ من سیل کنی متوجه باش. من سیل کن. بکنی چش چپ من سیل کن. نه 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 یکی. سرخ شده؟ نه. سرخ که نه. شاید از تو میسوزه. نه نه. بله. شما که بچه شهرستانی. ما هم که بچه اینجاییم عاجزیم. شب میریم سره رو میشوریم. کف سیاه. آب سیاه. شغلمونه دیگه. آره آقا کار ایما که دیگه بدتر آقا اصلا نمیدی موقع مسابقات یه جور موقع تمرین یه جور دیگه فشار خیلی روی ما زیاده یه موقع پیش خودم گفتم که بیام شب کار کنم که از این هوا و این گرد و غبار و آلودگی راحت شم گفتم ماشینم کمتره اومدیم دیدیم نه خیر شب کار کردن یه جور روزام که نمیشه کار خیلی بدبختی شغل ایما که بدتر از مال شماست آقا اصلا ایما دیگه شب روز نریم آقا وقتی مسابقات نزدیکه دیگه خو بی خو خود بی خود بی خو نه یعنی مهم نمیدی بخفتی خوبت نمیام بله بخفتی بله بله یه موقع میبینی داری یه ضرب کار میکنی ولی موعدت رسیده و چی آماده ای نری آفری 27 28 29 برج رسیده اما نصف قسطت هم جور نشده بله مام آقا اصلا سر همین مسابقات اخیر که ما قرار بیم مسابقه بیم تو فینال مسابقه قرار بیم یه شمه و هفته برگزار با آقا یه گل گفتم مسابقه باید یه شمه ای هفته با و این معنی یعنی چی؟ ده نمینی عزیزم ده نمینی برارم یعنی یه هفته جلوتر و یعنی فشار بیشتر استرس بیشتر و یه بدبختی و به هم ریخته بیشتر نمینی چطور نمینم داداش چند وقت پیش دیدم از زیر ماشین شور شور در آب میریزه بلند شدم بردمش تعمیرگاه بابایی نگاه کرد گفتش که آقا ماشین باید یه روز بخوابه گفتم نمیشه که وسیله کار ماشین شخصی نیست گفت میبینی که سرم شلوغه بعدشم واتر پمپ ندارم بعدشم داداش شما داری وسواس به خرج میدی قطره قطره داره آب میریزه فقط چشت چی؟ به این آمپرش باشه برو کارتو بکن ما هم گوش دادیم را افتادیم کف شهر کار کردم. یه بارکی دیدیم اینجوری ها نیست اونجوری هم نیست از زیر داره آب شور شور میریزه از بالا هم آمپر زده بالا فقط میخواست کارو از سرش واکنه بله دیگه همشو اینجورن آقا همشو میخواد از سر واکنه سر همین مسابقات فینال یکی از این آقای مسئولین قرار بیه شمه بیاد مسابقه سیر کنه آقا زنگ زد گفت نمیخواد بیام میخواد جمعه بیام نمیرسم بیام انگار ما میخواد بره آقا مسابقه بریم بدبختیه بله آقا هر کسی برای خوده دستی آره. وقتی آمپر جوش ورده اخربه زده بالا من چیکار کنم میگه دربستی گرفتم میگم نوکرتم دربستی گرفتی چاکرتم ولی من چیکار کنم ماشین را بندازم موتور بسوزه آقا اصلا این عکس سیل کن آقا این عکس سیل کن به نظر تو این مطلبیه که زیر عکس میبشم آقا از 100 تا فوش برای ما بدتره بله نسبت آقا آره مهم اینه که عکس چاپ شده وگرنه مطلب زیرش رو میخونه با یعنی آقا تو میخوای با این مطلبه که برای یه ورزشکار و قهرمان بخواد بنویسنی زیر نما که اینجور عزیز من نما اینجور براره آقا یه دفعه یه مراسمی بود تو تعاونی تاکسی رانی یکی از این کله گنده ها اومده بود ما هم بودیم از قضا عکس این بابا رفته بعد رو جلد گنده چاپ کردم مامون بغل مشخص واضحه همه دیدن داشتمش اینجا تو داشبورد رفقا بردن آره دیگه رفقا مال ایمانم بردم آقا ما ای 7 8 تا داشتیم 7 8 تا نه اینکه خون بخرم او این روزنامه فروشی محل آشنا به او برم نیار میداش من که پیل برای شیا نمیم که عزیزم برارم همین یکی مونه اینم میخوام ومش به توم بل مینه داش برده میخوای نه 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 میبرم خب مالم بردم حمزه یا نیکی خانم الان نو تایم اند واتو دیده است واتو دیده در؟ نه باید بگی I haven't time what's that یعنی what is that همونم الان بیا میخوام یه آگهی بهت نشون بدم حتما آگهی خرید و فروش سگ و گربه از این چیزاست دیگه نه یا آگهی خرید و فروش قاشق چنگال دست دوم میخوردم من یه قاشق چنگال دست دوم هم خرید و فروش میکنم آره خب ندیدی تو آگهی ها؟ نه
ولی بیچاره اونایی که عاشق چنگال دست دوم میخرن ها. نه بابا بیچاره اونایی که میفروشن. نیکی خانوم بیا میخوام بدی آگهی ورزشی نشون بدم. نیکی خانوم من الان دارم انگلیسی رو دینگ میکنم، میخوام مثل عربیم اسپیکم درست باشه دیگه بابا. اسپیک بیا دقیقه ببین این آگهی ورزشیه. آه از این آگهی های تضمین فوتبال دیگه، میگه شش ماه میزنیم رو دست علی دایی و خداد عزیزی و رونالدین چی دی هو؟ همون. نه بابا ببین این یه آگهی ورزشی راجع به ورزش های رزمی ویژه بانوانه. از اینا؟ خیلی خوب حالا. نه ببین ویژه بانوانش خیلی جالبه. از بس که این مردای ظالم این زنای بینوا رو میگیرن میچزونن. بینوا یعنی چی؟ بدبخت. درستش کردی الان مثلا فلک زده. حمزه جون تو اصلا حرف نزن، چه کاریه تو زندگی تا خیلی به دردت میخوره، اصلا هیچی نگو برو. نیکی خانوم اصلا این زنایی که از شوهراشون کتک میخورن بیچاره بینما نیستن دیگه. نیستن بیچاره بدبخت مفلوک فلک زده تو سری خود خاک توستن، همه اینا ما هم دیگه هستن. یه من داری میگی ها؟ خب شاید ما تو خونه یه خواهر کتک خور داشته باشیم دیگه. خیلی خوب ببخش. به زنا توهین نکنی. شعار نده. هیچی نگو. برو. شعار نه. برو. شعار نه. تلویزیون زیاد میبینی شعار بده. برو. بده من عزیزم، بده من اون یکی هم بده من. ولی خواه آخرش ما نه نشناختی ها. آقا سفر سالهی گناوادی قهرمان استانی شدی، سال بعدش هم قهرمان کشور شدی، بعدش هم تو مسابقات جهانی حقتو خوردن وگرنه مدال آورده بودی. ای مخلصتم نورا تو از اول شناخته بیا هیچی نمو گفتی؟ اختیار آقا سفر، فقط اگه رفتی تو یه رفیق ما هستش ماهی فرفری داره اسمش حمزه است، برو بگو فواد منو فرستاد هواتو داره. خیلی آقایی چاکر. ببین آقا فواد این هفته این چهار مسافر دیگه آوردی دیگه. خب نه من حسابشو دارم دیگه. آره ها. نه قهرمان بست بست کنه درد نکن آقا قهرمان. آقای قهرمان، آقای قهرمان، آقا حمزه، آقا یه دقیقه باست دیگه الان اتاق بهت میدم دیگه. آقای قهرمان، آقای خانم که بالا بینم. آقا حمزه اتاق میخواستم. خب باشه دیگه الان من اتاق میدم دیگه. آقای قهرمان، بدبختی ها اینم نشناخت. نشناختی هنی؟ آقا سفر صالحی گنابادی. من فکرم آقا رضا زاده میاد. دیگه آقا رضا زاده اینقدر نی، حالا ما سبک وزنش. نه شما سنگینه بایی، شما اصلا بزرگ بایی دیگه آقا. خوش اومدی دیگه. حالا کامیلا باید بریم. کامیلا نداریم دیگه آقا، سفر دیگه. منظورم اینکه از کدوم طرف باید بریم؟ ها از این طرف آقا. بله بفهم. نه نه من غلط بکنم جلوی قهرمان به این بزرگی من جلو راه برم دیگه آقا. شما باید راه بری آقا. تعارف میکنی؟ نه نه من پشتش سر شما میام دیگه آقا. باحالم آقا حمزه. شما این پرسشنامه رو پر کنین، شناسنامه تونم محبت. شناسنامه نمیخواد که با من نمیشناسی آقا سفر رو. آقا رو؟ نمیشناسم بابا. آقا سفر قهرمان وزنه‌برداریه دیگه. خوش اومدی. معلومه که خوش اومده آقا سفر. خوش اومدی ها، اصلا هتل ما رو نورباران کردی. من اجازه هست که این اولاد ماشاءالله. البته که خب بنده رو همه میشناسن، ما خاک پای مردم ایرانیم.
بالاخره میدونیم اینی که خب همه ایمان هم مشناسن. گفتی اسم شما شیبی؟ نه حمزه آقا. آقا شب بله اولش آقا حمزه. خیلی باحالی آقا حمزه. آقای سفر صالحی گنابادی؟ بله گنابادی. شغلتون؟ شغل دیگه نمیخواد دیگه بابا. آقا سفر قهرمان وزمه‌دار کل دنیاست دیگه. دنیا یعنی جهان. خب اون که یکی دیگه بود. خانم ایمانم تو مسابقه شرکت کردیم اون تو با این ناداوری حق ایمان خورد. آقا سفر اصلا نگران نباش که شما قهرمان کل ایران که هستش که. حمزه جان وقتی قهرمان وزنه‌برداری جهانی ایرانی بود دیگه. آره قهرمان وزنه‌برداری جهانی ایرانی بود. خب همون میشه قهرمان ایران دیگه. ایشون قهرمان خراسانن احتمالا. نه خیر خانم لهجم نمیفهمی و کجونیه؟ اهل لرستونم دیگه فامیلیم گنابادیه. ببخشید شما شغلتون چیه؟ یعنی منظورم اینه که شغل اصلیتون چیه؟ نه خیر خانم معنی چیه؟ یه گل توی مسابقات استانی شانسی زیو ایما اول شویم یه مدالی هم همین جوری الکی پلکی و ایما دان. خودتون معنی ملتفتی که این مدال و اینا وره هم نونا اون ما چی نما؟ نونا او خرج و مخارج زندگی پیل معنی؟ برای همین یه خواری هم دارم که دم بخته بالاخره باید جهیزیه اونم جور کنیم دیگه. نه ما که دست خالی بفرسمش خونه شوهر زشته. بعده شغل اصلی من صافکاری نقاشیه. گاه گداری من بیکار با مسافر کشیه میکنه. آقا سفر برای مسابقات اومدین هتل ما دیگه؟ نه خیر و البته برای مسابقات مرن هتل های منبالا. خب اینجا هم هتل دیگه. بله خب بله دیگه. یکی هتل گلشهره یکی هم الفن دقل شمس و القمر در امارات که من مدیر داخلیش بودم. خیلی باحالی آقا حمزه. نوکر شما حمزه دیگه. هزار ماشاءالله حمزه. آقا حمزه این کلید اتاق خدمت شما راه نمایش میکنی ساکشون هم برده. یک کلید دیگه بده. و سفره دیگه. این روزنامه هم با اینجا بعدم بخونش برای خود. خیلی خوش اومدی ها. اصلا صفا بردی به هتل ما. ما اصلا افتخار میکنیم. ورزشکار اونم وزن من. آقا این چمدونه به من کمر رگ به رگ ما هم. نه آقا اصلا کمر مهم نیست. سرم به برای ورزشکارا اونم ورزشکارای وزن بردار البته. من توی الفن دقل شمس و القمر در امارات هم که بودم اونجا هم خدمات میدادم به ورزشکارا فقط وزن بردارا. اینم اتاقی که هست یکی از بهترین اتاق هتل ما هایی که شما هایی دیگه دسته درد نکنم. ورزشکار هستم ها. یعنی که من قبلا باشگاه میرفتم دیگه زیاد. اما خب کسی نبود زیر بالا پرام بگیر. زیر بالا پر گرفتن نمیخواه همزه. مهم اهلش باشی از همین الان شروع میکنیم. خب یه دوری بزن بنم. دوری؟ یعنی من بچر میخواه سیلت کنم. چه خبرت؟ یواش بچر خواه همزه. حمزه من از سیل کو هنون نرسیدم به سیلت کنم دیگه. آقا سفر آقا حمزه من از سیل کو الان دیگه معنی سیلم کنم. بازم نرسیدم نیمه. ها الان دیگه معنی. خب بنم تو حد وسط نری. نه اصلا
وسط و حد وسط و سر و حوصله و صبر اینا تو کار من نیست دیگه. من یه کاریو میکنم از سرش تا تهش، یا یه کاریو نمیکنم از سرش تا تهش دیگه. شما که آقا سفری میگی خواه خواه، این همکاره ما نمیفهمن نمیگن خواه خواه. نه من هیکل تموم، من میدیزی بازوها و سینه و یه کولت و یه سرشونت جون میفره زیبای انام، انام. زیبای اندام یعنی اندام خوب. خب حالا یه چند تا فیگور بریم بریم ای فیگورای ورزش. حالا میرم میگیرم دیگه فیگور. کجا میری عزیزم؟ مهم جسپه، جست ورزشی، فیگور جست سکو ایجور برای اولا. خوب من سیل کنم این دستت باف کرو جلو. باف منظورم اینه که دستت بیار جلو ایجور. خب این دستت برمینه این دسته خو سیل کنو. اینا ای طوری میکشی عقب طوری که ای کره بازو بزنه در. چی در بزنه؟ مهم ای ای عضلا بزنه در بیارش رو عقب. آه خوبه سکو خوبه ولش کن آقا همزر ولش کن سکو. یه کار دیگرم بلده این ای خیلی خوبه. این دستا بیار بالا. نه نه انگشتت نه کل دستا اینطوری موش میکنی ای طوری میری که ای بزنه در. نفس نباید بکشی، ما تو لحظه ها نباید نفس بکشی. خب نه این نه بیا می این نه نه خیلی آه خوبه. حالا دیگه ولش کن آقا حمزه ولش کن عزیزم خفه شوی ولش کن. میخواستم زیاد بزنه در. خیلی باحالی ها. اسم چی بی؟ حمزه. آقا حمزه خب بیا ایلا خود دقت کن سکو ایجه نگو این برای کول خیلی خوبه. ایجور که مکنی کولت بزنه در. کولت بزنه در این کاره بکنه. آقا حمزه بلش کن بلش کن مهم خوبه خوبه. بینی من مهم ارمخواب ورزش شروع کنی دیگه باید تا تهش ادامه بیه و ولش نکنی. نه من که تا تهش میرم، منطقه اگه من ورزشکار بشم نمیترسین دست زیاد بشه اون وقت شما نیاد. یه چای بیار بخوریم یه قوری با هم بخوریم. با هم بخوریم بده او آره اینو باف کن. آقا حمزه خب براره مستراحه رو تمیز کن دیگه، آدم عقش میگیره. آبروزی نکن خانم کلاته. اصلا این کی تو این اتاقه؟ ها. مهمان ویژه. خب مهمان ویژه است که مستراحه رو باید ویژه تمیز کنی. مستراحه مهم نیستش که، تو این اتاق آقای سفر صالحی گنابادیه. این آقای گنابادی که میگن توی هتله؟ آره دیگه تو همین اتاق دیگه. کار خدا رو ببین، من برای کار من اومدم تهران این آقا رو ببینم. انقدر این درون در زدم تو آسمونا دنبالش میگشتم، اینجا بیخ گوشم. نه تو اتاق بیخ گوش که نه 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 تو باشه تو اتاق بیخ گوشمه دیگه. ببین یه کاری کن من اینو ببینم، خیلی مهمه. سخته ها، البته رفیق منه ها. من باید سعی کنم نرمش بکنم. من تلاش خودم میکنم دیگه. دستم در نکنه از خجالت در میاد. یه از خجالت هم در میاد چون توی این هتل همه مقرد مهمان ویژه. خیلی خوب ببین یه ذره شینی خامی و گل بگیر بیار آقا سفر رو ببین دیگه. آقا همسه من عذرخواهی ویژه میکنم به خاطر مستراحه که گفتم. ایراد نداره اصلا. من توی الفندق شانس فال قمر در اماراتم که بودم خب. اونجا ویژه مسترا تمیز میکردم، مدیر داخلی ویژه هم شدم دیگه. خب اصلا مسترا باید کثیف باشه دیگه. من میگم به میشم قهرمان جهان. من میام میرم باشگاه فلان میشم قهرمان جهان. آقا سفر هستش قهرمان جهان. میدارم فعلا دوتا تیبه آقا سفره. نمیذارم اینو نادادی مگه اینو مرد میدار بعدش میذارم آب جوشران. مسافر ورزش کار داشته؟ بله قهرمان وزن برداری جهان. بابا اون که خودش سلام
اون ادعای نداشت که خودش آقای گلشهر. اون ادعا نداشت، شیعه و همه منو میشناسن و عمو جان عکسشو با روزنامه‌اش گذاشت جلو ما که منو این ببینی. اصلا اومد قپی در کنه، منم که اصلا خوشم نمیاد این قپی در کردن. بعدم چی اینجوری هم آقای گلشهر نگاه کن، حالا اینکه با قپی در کردن برفرض مثلا تازه بنده خدا قپی در نمی‌کرد که خوشحال بشه، قپی در کردنش هم تازه ما ضرری که نمیزنه که ما بذاریم خوشحال بشه، ایرادی داره؟ نه، حمزه راست میگه، ایرادی نداره. خیلی خوب، ببخشید من اشتباه کردم. خب اشتباه نکنی که خانم، ظرفیت داشته باش. تو هم ظرفیت داشته باش، اشتباه دیگرانو به رخش نکش. خب من الان کم ظرفیتم، ولی بعدن که ورزش کار بشم خب ظرفیتم زیاد میشه. یعنی همون 4.5 کلمه انگلیسی هم که به درد کارت میخورد پروندش بست. نه خیر، اتفاقا یادگیری ورزش از همون اسپیک انگلیسی اومده. یه ضرب مثل انگلیسی هست که میگه که When you have a big pocket you have possible take تو. ببین اون کتاب انگلیسی که دست تو داری عروش میخونی من بهت دادم، همچین ضرب المثلی هم توش وجود نداره. اما جان جلیه. نخه آقا گلشهر، اصلا جلی نیستش که، این یه ضرب المثل خیلی قدیمیه از چین اومده که بعد پاسیبل شده الان. من همین الان که از پلا میمدم خودم 2 دقیقه پیش درستش کردم. ببینی اما جان، با 2 تا کلمه انگلیسی که یاد گرفته ضرب المثل هم درست میکن. حمزه تیزه، البته گاهی وقتا. حالا این چیزی که گفت معنیش چی بود؟ یعنی اینکه اگه جیبت بزرگ باشه 2 تا چیز نه نه آقا گلشهر، این یعنی اینکه اگه جیبت بزرگ، این اون جیب که اون جیب نیست، این سمبولی که، یعنی که ظرفیتی که داری یعنی بزرگه، یعنی ظرفیتی که داری یعنی که 2 تا جیب که هم ظرفیت خیلی زیاد، این ورزش یعنی روح دلت ظرفیت زیاد داره. اینو فهمیدی؟ بله فهمیدم. آقا حمزه گل بلش اینجا ببینش، اینجا بلش اینجا. آقا سفر خودتی یا آره بیا اینجوری مهم سکوی عکس ها که آخر من چاپ کردن، عکس سکو بدترین عکس ها چاپ کردن، دشمنی بکنن و آم دشمنی بکنن براره. نه این خوشگله آقا سفر، نه دشمنی نمی کنن. خوشگله بیا این عکس ها سلکو، سکو ترکیب رنگ مینی این ها سلکو، این عکس ها نه او آقا سفر. اینایی که 2 تا دسته داره اینا جایزه، اینا چیه؟ اونا کاپ قهرمانی استان. کاپ استان. خب این کاپ ها همش یه کاپ ها یا خیلی خیلی کاپ ها؟ چی مایی برای خودت؟ خب یه کاپ ها دیگه، هر تو لورسو های کاپ ها زیاد داره، ولی خب این برای یه مسابقه است. خب شما برای چی مایی تهران؟ کاپ که نمیخوای بگیری که، پس برای چی مایی تهران؟ کاپ ولش کن آقا حمزه، ولش کن، دست به لرم نر که خینه. چرا خینه؟ خب تو نمینی یه وامی ما میخوا بسونی، هی ای استان موهن برا تیرو، هی استان تیرو، استان تیرو، ایلا و اولا نمینم این وام به ما نمه، نمینم شی کنیم سقف این خونه، طبقه دوم این خونه میخوا بسازیم، این سقف نره این وام نمیان، این سقف درست کنیم، همش موان قهرمانی و کو پیلی به ایما به من که قهرمان میشه ورزشی کارم میشم، خیلی کاپا خونه. آقا سفر چطه؟ من میگم که قهرمان که میشم این خیلی کاپامو خونه ندارم بذارم این کاپامو که آیدیا. چی؟ حمزه دیگه نشنوم یه همچه حرفی بزنی ها؟ یعنی تو بره مادیات، بره پیل، بره خونه، یعنی بره ای چیا مخواه ورزشکار باید؟ من از هلکو،
ورزش رکن اساسی خانواده است. زنی، نشاد، جوانی، نمینی؟ ای همه جوانه معتادی که منی چرت میزنه خواه اینا ورزش نمکنن عزیزم، ورزش نمکنن برارم، ار ورزش کنن که دیگه معتاد نمان. من از هلکو بیری بکو در برم، دیگه ازت خوشم نمیا، بیری بکو در. نه آقا، آقا سفر، من گفتم که ورزشکار که من میشم، قهرمان که بشم، کاپ هامو که خیلی هن خونه ندارم، خب بذارم دیگه همین. خب این اینا که از این یاغ سفر تابلوی حاله پیلی آبوشه. خبر خوش، خبر خوش، تابلوی جدید هتل سفارش بدید، هتل اینترنشنال گلشهر. دیگه چه خوابی دیدی حمزه؟ ما از پس همین چارتمون نیستیم مسافریم که داریم برنامه. آقای گلشهر ببین، اگه خبری یا مناسبتی یا اگه این ادارای دولتی به خاطر سمینار پیمانانشون که ارزون تمام بشه که بقیه‌ش هم کنن هتل ما نیان، خب ما در سال چند تا مسافر میتونیم داشته باشیم؟ خب حالا تو برنامه اینترنشنال چیه بگو؟ آقا گلشهر یه خواهرزاده داشتین توی یکی از این روزنامه های چه چیزایی یادته حمزه؟ این نوه پسر موی خواهر زده منه، یعنی آستینه پوستینه پسر خاله دست دیزی. خب همون دست دیزی دیگه. ببین الان آقا سفر قهرمان کل دنیا، خب الان مهمان هتل ماست دیگه. خب این خواهرزاده شما میاد از آقا سفر جلوی هتل، جلوی تابلوی هتل یه عکس میگیره، این عکسشو چاپ میکنه تو روزنامه ها. خب بعد روزنامه ها سراسر ایران پخش میشه دیگه، بعد همه میخونن، مسافر از سراسر ایران میاد، توریست هم میاد. من توی الفندق الشمس و القمر در امارات این ابتکاراتو کردم، مدیر داخلی شدم دیگه. فکر رو پسندیدی؟ اولاغ و اسب و قاطر و یاب و شطور میشه سوار شد، البته اگر سواری بلد باشی، ولی پشت باد که نمیشه سوار شد. فقط میخواستم بگم پاسیبلش ممکنه دیگه، دیگه خود باش. ببین منصور، آقا سفر سال یه گناوادی، آره دیگه، هم قهرمان وزنه‌برداری دنیا. این الان هتل ماست دیگه، بچه های محل جمع کن، عکس امضا. بیا میو. آقا سفر، صبحانه برات آوردم. دست درد کنه، دست درد. این انگلیسیش میشه برکفست. آره اونا دیگه مهنم، انگلیسی تمرین میکنی؟ یه چیزایی از بچه ها گرفتم، خوبه برات دیگه. چیه؟ اینا کجای بردی؟ بمه، بمه اینا، بافش کن، بافش کن، من نمیخوام ورزش کار باش. باف نمیتونه بکنی که ای مینی چنی بی ورزش نکرده بیم، اونم به من دو دست ماشالله بلا نفتی افش مینی چنی بی ورزش نکرده، این کمرم خشک گرفته سکو افش افش. خب من باید از اینا برای خودم بخرم دیگه، این پاسیبل هم باید کاپ و اینا خیلی ورزشکان کار. مینی خوب سیر کن، تو من نمیخوا ورزش کار بار، اینا سیر کن، اینا میاری دامو، دوباره اینا میاری بالا. مینی آفش دامو بالا دامو دیگه دیگه بس راخ منم باید بزنم دیگه آقا سفر دیگه. خب نمینی میمینیم این الان سنگینه و کمرت میره سلسبا که من باشگاه میرم آقا سفر، شما بل بل کن. آقا سفر، آقا سفر،
گذاشی صبحونمونم بخوریم؟ دهید بمون نکن ریدا، نکن سر بزرگ، توی سنگینه، تو الان نمینی. بمینه، بمینه، بیا بنیش، بمینش بنیم. بهت گفتم، بهت گفتم با دنبل سبک شروع کن، خوش نمکنی عزیزم، گوش نمکنی براره. آقا سفر، من نگران شما، آخه میدونی دو روز دیگه که اگه عکس من شما رو انداختم تو روزنامه، وقت شما به این بزرگی، من اینجوری، خب این برای شما بد میشه دیگه. وایسا بنم کامی روزنامه؟ همین، قرار از روزنامه بیان عکس بندازن صفحه اول روزنامه من و شما رو با هم دیگه. من از هلکو بو ای عکاس خواه بیان، هم عینه که دوربین دیجیتال داره، همون دیجیتال میان عکس میگیرن. ای دوربین قیمی ها نیارن، هم مثل یه عکس رو روزنامه ما. نه از این خوباش میارن عکس میگیرن، این یه ذره اینجا رو وایسا ببینم این چه قشقرقی تو هتل به پا کردی. آخه تو نمیفهمی این مسافر آرامش میخواد. توضیح بده. ببین این آقا سفر دیگه بودن از عکس بگیرن بدن تو روزنامه نشه. ببین این آقا سفر پتپن اگه خیلی آدم مهمیه میتونه خودش بره بیرون عکس بگیره، نه اینکه آدم تو کوچه برداری بیاری تو هتل. من نیوردم خودش اومدن که بعد میشه هتل اینترنشنال. آقای گلشن میدونه تو دارین کارا رو تو این هتل. آره بابا این آقا پسر خیلی دست دیزیشه دیگه. حمزه زود ردشو میکنی برم. خیلی خوب شما برو. به خدا اگه یه نفرم اون بالا به من تلفن کنه من میدونم اونجا. شما برو من چای میارم دیگه، برو دیگه. والا عرض کنم خدمتتون عکس میرن بعد تو این مسابقه هم بکنه همزه ای. والا عرض کنم خدمتتون به مسئولین محترم کشور عزیزمو خیلی تلاش میکنن در امر ورزش. یکی فقط یک کمی مینی باید اهمیت بین به این وزنه برداری. این وزنه برداری خیلی مهمه. این فوتبال نما که خب فوتبال هم خوبه ولی وزنه برداری خیلی بهتره. اینا که تقاضا میکنیم که این جوونا قد خوشونه بینن. این هی حمزه او سی حمزه سید کو این بارها بارها گفتم هر ورزش رو ول کنی شیمای چرت معو چرت میزنیم مثل این معتادا. ورزش نباید ول کنی، این جوونا قد خوشونه نمینن. این جوونای کشور عزیزمون مثل ستاره، مثل خورشید توی دنیا مینن بدرخشن. دیادی عرض نره و سلام علیکم. خیلی ممنون آقا سفر، من دیگه سوالی ندارم. شما اگه پیامی برای جوانان علاقه من داریم بفرمایید. والله ما کوچکتر اونیم که بخوایم پیامی داشته باشیم برای جوانای عزیزمون، ولی خواهی وامی میخواستیم بسونیم. ولش کن این پاک کن، وام به مردم چه ربطی داره؟ این مشکل خودمونه، بدبختی خودمونه. این وامه عزیزم الان که دارم مصاحبه میکنه که خبرت میکنم گلش آنگه گرفتی دیگه. خبرت میکنم آقا سفر او خانومه. بفهمه خانوم، بفهمه ماده امضا بگیره. سلام علیکم. سلام خورم، سلام علیکم. وقتی آقا حمزه گفتن این هتل تشریف دارین گفتم خدایا تی بزرگی ده جوش شما رو ببینم. خواهش میکنم، خواهش میکنم، هر امری چی همه در خدمت تو هستم. خواهش میکنم، چی جوری بگم، یه امضای شما برای ما همه چیزه. خواهش میکنم، امضا چه قابلی داره خانه؟ امضا چه قابلی داره؟ چقدر نازنین شما. خواهش میکنم، این به نام کی بنویسم اینا؟ کلاته ای، رحیم کلاته ای، اصل ایشونه. رحیم کلاته ای، بله خوب. با احترامات فائقه ایز بفهم. با احترامات فائقه آقای کنن یعنی همین از چی دیاری میخواین اضافه کنم؟ خب باید زیرش بنویسه. بله خدمت آقای خودم عرض کنم که حقوق بازنشستگی که کفاف نمیده. یه زمینی داشتن ابوی زدیم به کیوی مرکبات. این آفاتی هم که درخواست کردیم حق ماست، سهم قانونی ماست، ولی خب نمیدن.
حالا میخوام ببینم با این نوشته شما آفات رو به ما میده؟ آفات ها نمینه، من آفات ها نمینه. خب تو لورستون هم به این زمین های کشاورده زیاد آفات میزنه، ولی خب من وزن بردارم، چه منم آفات هم میان یا نمیان؟ وزن بردار؟ یعنی شما آقای گنبادی مدیر کل دفعه آفات نیستی؟ با خدا نکنه خانم مدیر کل؟ خدا نکنه مدیر کل شیه؟ من وزن بردارم؟ دفعه آفات؟ با بله. دیدیشون کیف کردی دیگه، گفتم امضا میده دیگه، امضا گرفتی؟ اگه یک بار دیگه مستراحه رو تمیز نکنی شکایت تو کنم مماکن. حالا که خرید از پول گذشت؟ کدام خر؟ کدام پول مرد حسابی؟ خر؟ پول؟ پول؟ خر؟ من باید پول همو که بگیرم وقت به عرضش میکنم. آقا گلشهر ببخشیدا من چیز من یه خورده پول میخواستم. من آقا این کلی شما بدین به من، بفرمایید شما دیگه پول چی کارش داری؟ خب یه کم پول، نه این گرون، نه یه خورده زیاد پول میخوام من دیگه. خب زیاد یا کم ایرادی نداره، نگفتی چی کارش داری؟ خب لازم دارم دیگه، پول میخوام. بابا این حمزه جدیدن زده تو خط ورزش و ورزشکاری، فکر کنم پولم واسه همون میخواد. خب مگه آدم بخواد ورزشکار بشه مگه ایرادی داره؟ نه ایرادی نداره، اصلا ایرادی نداره، اصلا پول خودته، میتونی آتیشش بزنی. بالاتر از این عمو جان من میبردم. نه آتیش نه، پول میخوام. نه من تو فکرش کردی چرا میخوای ورزشکار بشی؟ خب مگه همه ورزشکار میشن؟ برای چی میشن دیگه؟ اصلا قرار بود من از بچگی ورزشکار بشم، خب نشدم، الان قراره بشم، خب میخوام بشم دیگه. نسکافه میخوری؟ خب الان نه من. ایرادی نداره ورزشکار بشو، ولی اینم گوش کن، حدودا 35-6 سال پیش یه فیلمی زنده یاد علی حاتمی ساخته، اسمش حسن کچل. داستان از این قرار بود که حسن کچل یک دونگ از شش دونگ عمرشا داد همزادش که پهلوان بشه بره به جنگ دیو تا 40 گیسا از چنگال دیو آزاد کنه و به وصالش برسه. حسن کچل توی یک از صحنه رفت پلوی پهلوان که راه و رسم پهلوانی رو یاد بگیره. خسته نباشی بله بود، پایانده باشی جا بود، دیدم در دفعه بیشتر دیدم. آره منتا پهلونی که حسن کچر رفته بود پهلوش، پهلون قصه نبود، اهل دیو کشینو نبود، پهلون مسابقه بود، مسابقه آدم با آدم، چونم برد و باخت و جایزه و داور و خطا. حالا نگفتی تو چه جور پهلونی میخوای بشی؟ من فکر میکنم حمزه میخواد ورزش کنه پت و پنج چیه که این مسافرها ازش حساب ببرن. نه خاک پای مردم. نه حمزه اهلش نیست، فکر کنم هنوز فکرش نکردی درست حسابی، یا یه چیزی که رود بار نداره. آقا گلشهر شما میخواید این مو رو از ماست ببکشی بیرون؟ آقا ببین من اخلاقم یه جوریه که خودم رو میزنم به ندیدم که مورا تو ماست نبینم. بیا این کلید گاف صندوق، پول توشه، برو پولی تا بردار هچی مخوای، رسیدش هم بذار جاش. این چیه حمزه؟ این خوبه،
این باش خیلی کارا میشه کرد دیگه. اصلش برای این سینو بازو. منظورم اینه که کجا میخوای بذاریش؟ خب همین اینجاها دیگه. همینجا؟ تو لابی، جلو چشم مسافر، تو رفت آمد، جلو دست و پا. آخه به عقلت رجوع کن حمزه جان، اینجا جای ورزش کردن. آخه میدونی الان اگه عمو جان اینجا بود چی بهت میگفت؟ میگفت چارا نکنده منا رو دزدی. چا حمزه جان یه ضرب المثله، یعنی این مناری که دزدیدی همین، یعنی خریدی، همین وسیله‌ای که خریدی وقتی نمیدونی جاش کجاست نباید می‌خریدی دیگه. اول باید جاشو پیدا می‌کردی بعد می‌خریدی. آره دیگه. فعلا ورش دار، ببر اتاق آقا سفر جونت تا بعدن خودت به تنهایی فکر کنی ببینی کجا می‌تونی بذاریش. آه بیا رو بالا، وقتی مرد دامان نفس نمی‌کشی ها، وقتی میام بالا خالیش می‌کنی. آه بچه برعکسی کارم می‌کنی. خوه آره خوه، مام زمونه ایمونم یاد گرفتی ها. چقدر آقا سفر من میخوام خیلی خوه بشه ها. آقا سفر دیگه داری میری دیگه ها؟ آره دیگه آقا حمزه، عامل رفتنی باید برم. دلم برات خیلی تنگ میشه آقا سفر. حالا گاهگداری بهت زنگی میزنه. این وام بسونی طبقه دوم نازوکاریه. این مسئولین وظیفه‌شون رو انجام میان. خب معنی خود درست هم انجام میان. هی قول میان به عام، هی قول میان. خب ایمانم در مقابل این مسئولین محترم باید وظیفه‌مون رو درست انجام بدیم. چی میکنیم؟ هی میریم استان، هی میایم تهران، هی میریم استان، هی میایم تهران، هی میریم اولا، هی میایم ایلا، هی میریم اولا، هی اولا ایلا. ایلا. خب تو هم باید وظیفه‌تو در مقابل ورزش درست انجام بدی حمزه. قول بده که این ورزشو ول نکنی و بر ول کنی مثل این معتادای تو خیابون. شیمای چرت میام چرت میزنی. خب ببینم این دستگونه میخوای وقتی من رفتم شی کنی اینجا، این جلو دست و پا را که میرم. آره یه جای اتاق بزرگتر داریم میذاریم اونجا دیگه. آره دیگه برش اونجا، چون خیلی خطرناکه. با بچه‌مچه‌ای با این بازوکنم مفتری پاش. آقا صفه حالت و یادگاری من اونه چه قابلی داره آقا حمزه؟ آره چرا نه؟ با امضا. یعنی ببرد امضا شو مکنه؟ این خارج دیه؟ این خارج توی آقای پیشونیش و روی کولش و این گردش و این کمرش هم آقا همه نه امضا مکن دیه؟ منم برات امضا مکنه؟ منم مولر امضا مکنه؟ انگلیسیش میشود دیگه 20 آقا سفر این 30 تا شد دیگه بابا. اینا نکن دیگه. خوه دیگه خوه. نه دیگه این حمزه دیگه اون حمزه قبلی نیست دیگه، اون حمزه پهلوانه. آقا سفر تو بودی گفتی ورزش ارکان اصلی خانواده اعتیاد چورت. آقا حمزه راه نمید. چشم شما بفرمایید، من الان میام خدمتون، چمدونا رو من میارم. بفرمایید میکی خانم. آخه چرا این اتاق دیگه؟ اتاق دو تخته میخواد، اتاق دیگه خالی هست نیست دیگه. اینا اتاق شماست دیگه، از همه نظر امکاناتش کامله. این هم یه دستگاه ورزش شدیم. ورزش؟
ما با ورزش کاری نداریم. شوهرم اصلا اهل ورزش نی. خوبه دیگه، اینم یه گوشه است، اینم با شما کاری نداره. اینم کلید اتاقت. خیلی ممنون. کاری داشتیم بگیم دیگه. حمزه جان تمیز اینجا نکن. میخوام تمیزترش بکنم. دبت میگم تمیز نکن. خب تمیزترتر باید بشه دیگه. حمزه بگو. من چیزی نمیگم که میخوام تمیز بکنم. ده من تو رو میشناسم، حرفتو بزن. نیکی خانم، این نویسنده ها برای اینکه یه چیزایی بنویسن یه چیزایی میذارن جلوی چشاشون که ازش چیز بگیرن. منظور تأثیر و الهام و ایناست دیگه. خب این چیزه، این اگه الهام ای این چیز دیگه. حمزه جان اگه فکر کردی اون دستگاه مسخرتو میتونی بذاری گوشه اتاق من که من ازش الهام بگیرم، الهام نمیگیرم؟ اصلا اون دستگاه اگه تو اتاق من باشه اعصاب و روان منو خرد میکنه. با من بدم میاد این آدمای پد بهنه اینجوری. خب نیکی خانم، آدمی که میخواد ورزشکار بشه خیلی کاپ قهرمان، خب پت و پهن باید بشه دیگه. منظور نیکی اینه که اگه آدم به هیکلش میرسه باید به مغزش هم برسه. آقای گلشهر، اولندش که مغز سالم تو این پت و پهن سالمه. باریکالله. دویومندش. دویومندش که نیکی خانم، چرا شما میخوای همه آدما جورش جور شما باشه دیگه؟ خب هر کسی جورش جور خودشه دیگه. مگه کارخونه است که قالب فرد فود جورش جور شما بشه؟ ها؟ اینو حمزه درست میگه. از کی تا حالا حمزه درست میگه؟ خب وقتی یه نفر حرف درست حسابی زد، شرط انصاف اینه که بگی درست میگه. حالا خواه نیکی باشه، خواه خواه آقا حمزه. البته حمزه حرف بی ربط زیاد میزنه ده. حالا یه برام حرف درست حسابی زد، با تشویقش کرد. ممنونم آقا گلشهر. البته نیکی خانم هم گاهی حرف حساب میزنه. دست شما درد نکنه. اما جون تحویل بگیر. همچنین با یه تلنگر میره اون بالا بالا ها که نمیشه به این راحتی ها بردش. بالا بالا ها کدومه؟ اصلا ما ورزشکارا مرانمون ورزشکاریه دیگه. خاک پای مردم ما. این دستمالو بردار، برو اون لابی رو تمیز. برو. همه جا تمیزه. چارودی از سرش میپره. ها بله. هیچی خانم، برای نظافته، من بعدم میام. بله. هیچی هاچ خانم، نظافت، من بعدم میام. از اتاقش بیرون نمیاد بره دیگه. ورزش سر ساعت با سفر میگه. بله حاج خانم، من الان دیگه باید بیام تو دیگه. خب بیو. یا الله حاج خانم، من باید اتاق الان تمیز بکنم دیگه. تمیز؟ خب خب نه دیگه، من به عنوان مدیر داخلی تشخیص میدم تمیز نیست، پس باید تمیز بکنم دیگه. سی چه؟ خب این بعد اتاق با جارو برقی تمیز بکنم که تمیزتر بشه. مو میگم اینجا تمیزه، حالا تو وسواس داری هر کاری میخوای بکنی بکن، ببینم الان با بعدش چه فرق. حاج خانم، ما وقتی که مسافرا تو اتاق نیستن اتاقا تمیز میکنیم که مزاحم مسافرا نشیم. اگه قرار ما توی اتاق باشم تو هم مزاحم ما نشی، ما میگم این اتاق تمیزه، خودم خسته نکن، خلاص. خواهر من که نمیخوام بی خودی خودم خسته بکنم که. من وظیفم اینه که اینجا رو تمیز بکنم که خدمات بدم به شما. خود تمیز کن. شما نمیخوای از اتاق بری بیرون؟ شوهرم قرار بود بره، رفته. ها ببینی الان نیکی خانوم پایین تو دفتر تنهاست. شما اگه بری پایین من این بالا رو تمیز میکنم، بعد شما بیا بالا که بالا تمیزه دیگه. پسر جون کارتو بکن. به ما چه کار داری؟ خب من الان بس باید دیگه. این الان صداش بلنده، اذیت نمیشی؟ روشون پره. من اگه اضافه کار با این است و 8 ساعت این صدا 10 برابر 100 برابر بیشتر تو گوشمه. ما کارگر کارخونه نساجی هم.
مادر منم همینجوره دیگه. اونم کارگر کارخونه نساجیه؟ نه این اونم مثل شما تو اتاق میمونه تکون نمیخوره. بعد ما برادرخواهرا میگیریم از اتاق میبرمش بیرون به کلش هوا بخوره روحش تازه شه. خوش میگه روحش تازه میشه؟ خب آره دیگه خوش میگه دیگه. سی دلخوشی شما میگه. حتما اون کنج خونش راحت تره. اگه پا پیچش نشین مزاحمش هم نشین. خلاص. خانم از اتاق نمیره بیرون نه؟ این روزنامه رو رفیقت آورد. پس عکس من چی؟ اون همه عکس ازم گرفته بودن. میبینی آقا سفر؟ نه تشویقی، نه خبری، نه مصاحبه ای. میگفتی حق آدم رو میخورن دیگه. بلکم نداری؟ نه بفرم. دست شما درد نکنه. خسته نباشی. ممنون. این شناسنامه شما، اینم شناسنامه شما. خیلی خوش اومدی. خستتون نرد. خدا خدا نگه. بفرمایید. خوش اومدید. بفرمایید. حمزه، اتاق ورزشت خالی شد؟ نوچ؟ چرا نوچ؟ خب ورزش دل و دماغ میخواد دیگه نیکی خانم. خب بگو نیکی خانم، بگو دیگه. چی رو بگم؟ من شما رو میشناسم دیگه، وقتی یه چیزی نمیگی یعنی میخوای یه چیزی بگی دیگه. اگه عمو جان الان اینجا بود؟ بین نیکی خانم، عمو جان اندازه خودش به ما میگه دیگه. شما هم خود اگه حرفی میخوای بزنی خودت بگو دیگه. خب باشه، معذرت میخوام، ببخش. نه من معذرت میخوام. شما راست میگین دیگه. من آدم بی فکریم، اولین منا رو دزدیدم. نه دزدیدم، من خریدم. ولی اون منا رو چاق همه که گفته بودین دیگه. خب هیچی دیگه، منم خواستم بگم همون حرفای روز اول عمو جان همینجا گفت. حسن کچل و اینکه چرا میخوای پهلوان بشی نشی و این حرفا. شاید هم آقا سفر رو که دیدی همچین یهو هوس کردی. آره؟ نمیدونم. آقا سفر میگفت هر کاری خیلی سالها این پشت و کار رو نمیدونم. شما تنها نه با همین شما باید یه اینک بخری چشات دیگه آخر ضعیفیه. من منظورم اینه که با مامانتون نیستم. یکی دو ساعت دیگه میام، شما نگران ما نباش. آقا تو تمام اتاق از این وسیله ها هست؟ فقط تو اون اتاق ها هست که بچه ها باشه؟ آره آقا، اتاقی که بچه ها هست. آقا باید که عادلی بازی میکنن اون وقت. چجوری باید بازی کنیم که یکی بسوزه یکی نسوزه؟ بازی نسوز نداره دیگه، هر جو بازی کنی میسوزی. آقا اسم این وسیله چیه؟ این یه مناره که یه آدم کودن دزدیده. چه دروغ میگی آخه؟ این مناره مناره که نمیشه دزدید. محمد حسین این داره سر به سر ما میذاره. آقا کودن یعنی دوست. کودن یعنی مثل من، یعنی ابله، یعنی خرفت. شوخی نداری؟ حمزه بعدا پشمون نشی یا اون یارو از اون دندونگرده هست. اگه نصف پولی که داری بتونم ازش بگیرم خیلی هنر کردی. آره دیگه. نه دیگه باید ببریم بهش بدیم دیگه، هرش داد داد دیگه. برای نظافت اومدم.
فقط من لفه ها رو عوض کن. این چیه؟ این گلدون. نه این چیه؟ این که بوم سپایه. بوم سپایه. بوم بوم جانم همزه. آقا فاد ببین این چیز هستش که این بوم بوم با سپایه. ها آره برای نقاشیه. ببین تو که دای خیابون چرخ میزنی این ور اون ور، ببین قیمتش مزنش چقدره دیگه. این واجبه. ها دست گله درد نکنه.